اعضای یک خانواده در هرات که دیشب برای تفریح به یک باغ رفته بودند از سوی افراد مسلح ناشناس به رگبار بسته شدند. در این رویداد دو زن و یک کودک جان باختند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس هرات میگوید که تحقیقات برای شناسی عاملان این رویداد ادامه دارد. همکارم جواد محمدی با شرح بیشتر. روی بستر در شفاخانه حوزه‌ای هرات، نزدیکانش به جای این که به عیادتش بیاین، امروز باید در محفل خوشیش شرکت می کردن. مجلس شیر نخوری ازی بودن، این حالت ازی فعلا به بستر شفاخانه و این حالت ها از اینا همه جز به یک فامیل بودن، 13-14 فامیل، همه کاکا و برار زاده و بچه کاکا و اینا بودن. متاسفانه 11 مجروح به شمول 5 خانم که یک طفل هم به او شامله و 6 تا مرد به شمول 2 طفل مجروح آوردن و 3 فوتی داریم ما که دو دختر خانم جوانن و یک دختر 2 ساله. وضعیت مجروحین خوبه، 2 مریض رخصت شد و یک مریض ما وضعیت وخیمه که فعلا در واحد مراقبت های جدید تحت تداوی قرار داره. امام 6 نور نارسیده یک تفریگاه بود، تفریگاه خود خورفته، ساعت 8:30 نو بوده، اتمنان سر وقت شام نون خوردن اینا بوده. یک دفعه افراد مسلح ناشناس معلوم نشده از کدام ارگان کدام شخصی بوده آمده برای اینا تیراندازی کرده. پلیس هرات هم این رویداد را تایید کرده. حادثه ای که در ولسوالی انجیل در روستای نوبادام رخ داد. پلیس گفته که برای یافتن سرنخ های قضیه تلاش ها جریان دارد. شب گذشته یک خانواده که جهت تفریح به داخل باغ خود در مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات رفته بودند، از سوی افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار می گیرند که بر اثر رویداد دو خانم و یک طفل جان باخته و 11 تن دیگه زخم برداشتند. هنوز علل و انگیزی این رویداد مشخص نیست و بررسی های پلیس پیرامون این رویداد آغاز گردیده. خانواده هایی که بیرون میره از خانه، اگر خواسته باشه به تفریح بره، به باغ بره، به قریه بره، هیچ امنیت نداره. متاسفانه صراف ما امنیت نداره، کسب کار ما امنیت نداره، هیچ قشری از جامعه ما در سطح شهر ولایت هرات امنیت نداره. ایجاب میکنه که نیروهای امنیتی به خصوص بخش کشفی و جنایی باید این باندای کسایی که دست به سرقت مسلحانه میزنه، دست به ترور مردم و مردم ملکی میزنه، واقعا اینا رو باید پیدا بکنه و به چنگال قانون بسپره. علت و انگیزه این رویداد تا هنوز مشخص نیست. کسی هم مسئولیت آن را به گردن نگرفته.